مسکن بلای خانمانسوز این روزها شده، به طوری که برای اکثر مردم دیگه خونه دار شدن آرزو هم نیست، اجاره یه آلونک شده آرزو. اما ریشش کجاست؟ کیا باعث و بانی این وضع موجودن؟ اومدیم سال 78 گفتیم به هیچ شهر ایرانی یک وجب زمین جدید اضافه نخواهد شد، محدوده ها یعنی کمربند شهرها رو ببندیم. کمربند شهرها رو بستن و اینطوری بود که مردم تحریم شدن. این نعمت خدادادی که زمینی که خدا آفریده برای اینکه مردم استفاده کنن، برای مسکنشون، برای تولیدشون، حرام شد بر مردم و به محاصره ابر سرمایه‌دارا در اومد. اینطوری بودش که در طول 30 سال گذشته در تهران زمین بیش از 1000 برابر گران شده، بیش از 2 برابر تورم عمومی زمین گران شده و به تبع تهران در تمام شهرها و روستاها جزو گرانترین کالاهایی بوده که در طول سالهای اخیر به صورت نجومی رشد کرده. قیمت زمین در تهران بیش از 70% قیمت تمام شده مسکن رو تشکیل میده. تو هر منطقه‌ای که تراکم بیشتری ساخته شده قیمت زمین بالاتر رفته و این شده وضعیت امروز تهران و بقیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ با تراکم بالای جمعیت، ازدحام و اصطکاک اجتماعی، کیفیت پایین زندگی، به طوری که هوا هم برای تنفس دیگه نداری و مردم زیر بار گرونی مسکن دارن له میشن. مجلس گذشته بعد از 2 سال پیگیری مسبب کردیم که ظرفیت سکونت‌های کشور که امروز حدود 0.5% سرزمین بنابر ما فقط کاربری مسکونی داره، 25% این ظرفیت اضافه بشه تا این محاصره و این احتکار زمین، این انحصار زمین به نفع مردم شکسته بشه، زمین آزاد بشه تا بتونن از این نعمت خدادادی برای ساخت مسکن استفاده کنن و قیمت زمین شکسته بشه، جاذبه زمین شکسته بشه. اما اگر این تفکر و این افراد دوباره بخوان بیان سر کار، معلوم نیستش که چه بر سر این مسببات هم خواهد اومد و روند آینده ای ما چگونه خواهد بود.